العربية بين يديك، سلسلة آموزش زبان عربي، بخش هفتم، الدراسة، تعليم و آموزش. درس 57. البته در این درس محاوره سوم است که در بین قاسم و غسان به این ترتیب صورت گرفته. قاسم: اين تذهب يا غسان؟ اي غسان، کجا می روی؟ غسان: اذهب الى المدرسه، به مکتب می روم. قاسم: الوقت مبكر، هنوز وقت است. الساعة الآن السادسة صباحا، ساعت فعلا شش صبح است. غسان: المدرسة بعيدة عن البيت، مكتب از خانه دور است. قاسم: متى يبدأ اليوم الدراسي؟ روز تعلیمی ساعت چند آغاز می شود؟ غسان: يبدأ الساعة السابعة صباحا، ساعت هفت صبح آغاز می شود. قاسم: هل تذهب بالحافلة؟ آیا به سرویس می روی؟ غسان: لا، اذهب بالسيارة، نخیل، توسط موتر یا ماشین می روم. قاسم: متى ينتهي اليوم الدراسي؟ چی وقت روز تعلیمی به پایان می رسد؟ غسان: ينتهي الساعة الواحدة ظهرا، ساعت یک ظهر به پایان می رسد. قاسم: کم حصة تدرس في اليوم؟ در یک روز چند ساعت درس می خوانی؟ غسان: ادرس 6 حصص في اليوم، روز 6 ساعت درس می خوانیم. قاسم: ماذا تفعل في الاستراحة؟ هنگام تفریح چی می کنی؟ غسان: اذهب الى المكتبة، با کتابخانه می روم، او الى المختبر، یا با لابراتوار می روم. با صفحه بعدی انتقال می کنیم. در این صفحه کلمات جدید می آموزیم. الان، اکنون. مختبر، لابراتوار. مکتب، کتابخانه. الوقت، وقت. استراحت، کانتین. تمرین: اجب عن الاسئلة باختصار، به این سوال ها مختصرا جواب بدهید. یک: من ذهب الى المدرسة، کی به مکتب رفت؟ دو: متى يذهب الى المدرسة، ساعت چند به مکتب می رود؟ سه: متى تبدأ الحصة الأولى، ساعت اول چند شروع می شود؟ چار: متى ينتهي اليوم الدراسي، روز تعلیمی ساعت چند به پایان می رسد؟ پنج: كيف يذهب غسان الى المدرسة، غسان چگونه به مدرسه می رود؟ شش: کم حصتن یدرس فی اليوم، روز چند ساعت درس می خواند؟ هفت: این یذهب فی الاستراحت، هنگام تفریح کجا می رود؟ دوستان گرامی، درس 57 در همین جا به پایان رسید.